سلام بچه ها، خوش اومدین به یه ویدیو جدید من. قبل از اینکه این ویدیو رو شروع کنم خواستم از همتون تشکر کنم. چند وقت پیش من توی چنلم ازتون خواهش کردم که اگه چنل منو دوست دارین و میخواین سابسکرایب کنید حتما کامنت انگلیسی هم برام بذارین و زیر اون ویدیو بالای 1200 کامنت گذاشتین. خیلی ممنون، عشق من، این همه کامنت ها رو خوندم، تا جایی که تونستم بهتون جواب دادم. ممنون بابت حمایت هاتون، دوستتون دارم. بچه ها من توی برلین یه دونه دوست دارم، دوست صمیمیم، اسمش لوانه. بعد لوان دو تا حیوان خونگی بسیار ناز داره، یعنی میشه گفت حیوان خونگی مورد علاقه من. این دوستم داره میره مسافرت به مدت 2 هفته، از من خواهش کرد که از حیواناش مراقبت کنم. الان هم داریم با احمد میریم حیوانا رو بیاریم. حال میده اون حیوانا رو بگیری بعد حیوانا روز آخری ازت جدا نشن. گربه کس خیلی کیوت. این گربه هاش هم نژاد بریتیش اسکوتس ها، نژاد گربه ها انگلیسیه. خیلی گربه های گرون قیمت و خوبی هن و خیلی هم نازن. متاسفانه احمد نمیتونه با هم بیاد، ولی خب میاد سر میزنه. خب بچه ها با ما همراه باشید. بازی شستم هی باز میشه. پاکتو باز کردی نه؟ هنوز شکسته ولی باز کردم دیگه. انگشت فاکش هر سری باندش عوض میگه گنده تر میشه. سری آخری توش یه دونه از این ماسکا گذاشتن که ضربه نخوره بهش. الان اگه ببینی هنوز کبوده. کج هم هست. دیگه نمیتونی کجش کنی. چرا اینجوری؟ ولی کم. چیه فکر کردی مثلا من دوام شد فقط اینجوری میکنم؟ اینجوری هم میتونی. چه هوایی شده. هوای تابستونه توپ. امیر یه دونه چالش رفت که پسرا شبیه دخترا میشدن. احمدم همون چالش رو رفت، خواست ببینه که واقعا شبیه دخترها میشه یا نه. حتما برین تو چنلش ببینین. کی میذاری ویدیو رو؟ شاید تقریبا 1 هفته 2 هفته. من اینقدر آرایشش کردم که لگو من موندم چجوری این آرایش میکنم. شیش لایه میمالم به خودشون. در یک اتاق گیمینگ منو کرده بود میز و پر آرایش. چرم پود چی بود اونا؟ باور میکنی اسماشونو هیچ کدوم غیر از ریمیل با رژ لب دیگه هیچیو نمیشناسم. من چرم پودرم میشناسم، دستمال ترم میشناسم. غذا چی میدی؟ غذای مخصوص هست. یه شب واسهشون چلو گوشت بگیر، چلو کباب، سفره پیتزا. ولی گربه ها امکاناتشون توی آلمان از ما بهتره. غذایی که اینا میخورن من نمیخورم. آجی استیک مرغ. ما یه سری خونمون یه گربه بود تقریبا یه 6 سال میاو نه شوشو بخش هر سال میذاره. اون خودش میذارید بچه‌هاش بزرگ میشدن میرفتن ولی خودش میموند اونجا. گربه اینجوریه، بچه‌هاشون بزرگ میشن بعد از یه سال اینا گربه مثلا حس مادرانه یه جورایی بهش نداره. بعضی وقتا سر غذا خوردن هم با هم دعواشون میشه. من حتی دیدم مثلا گربه مادر میزد تو سر بچه‌ش میگه نخور کسافت. پشمام ریخ، گفتم نام از سر پسرته دخترته احترامشو بذار. گربه هم آدم هم. کفتر بود داشتیم چی میگفتیم؟ آن گربه اصلا یادمون رفت چی میگفتیم. گربه زینتی بوده. این گربه آزاد شده بود تو خیابون داشت خواب میزد. ما گربه خیلی دوست داریم، با گربه ها پیش پیش میکنیم، گربه رو تو گونی میکنیم. این حیوان خداست، چرا این کار رو میکنی با گربه؟ با میاو میاو ماته روز خود را گربه ای شروع کنیم. بعد این نوشیدنی های میاو میاو رو خورد آخر گربه ما گربه از صبح تا شبش میاو میاو. یه سری چند وقت پیش این سگایی که ما داریم یه دونه بیر بیرون بود، اینا اومده بودن بو کنن، اینا افتاده بود، بعد گرفته بودن اینو لیس زده بودن خورده بودن، نمیدونستن راه برن، نشه شده بودن. حاجی من میگم خوب احمد حیوان خونگی نداره، اومده آبجو داده به گربه. من به سگ ندادم. پسر یکی از کسایی که اونجا بود پسرش داشت بیر میخورد، بیرشو گذاشت رفت دستشویی، رفت اومد بعد بیرشو این سگا بو کرده بودن انداخته بودن خورده بودن. من خودم گربه داشتم 2 سال پیش، یه بچه گربه خریدم تا 6 ماهگی داشت. گربه نمیخوام، سگ که 100% وفاش بهتره. سگ چاو چاو میخوام. من سگ میخوام امشب، من سگ چواوا میخوام. من خیلی راجع به گربه مطالعه کردم.
یه گربه اصل یونان دیدیم تو خیابون، گربه زرد بود، خیلی باحال بود، بچه گربه بود، اومدیم پرورشش بدیم. گربه از یونان بخوای بیاری آلمان خیلی سخته. گربه رو بردیم دکتر، واکسن زدیم بهش، پاسپورت گرفتیم براش و اینا. بعد نگو گربه مریض بوده، بیماری قارچی پوستی داشته، بعد اون بیماری سرایت هم می‌کرده به آدم. بعد ما گفتیم اوکی ایراد نداره، چون اگه نمی‌بردیمش ازش محافظت کنه می‌مرد، خیابونی بود دیگه. بعد بردیمش آلمان، قرنطینه بود تا یک ماه تو توالت بود. هر سری می‌رفتم ببینم میومد کنارم بوسم می‌کرد، لیسم میزد، خیلی باحال بود. بعد این بیماریش که خوب شد، بیماری پوستیش، تقریبا 1000 یورو هم خرج شد. یا اول خیلی گرونه خرج بیمارستانش. آره بعد نگو این انگل هم داشت. یه انگل داشت تو معده‌اش زندگی میکرد. بعد میگه کم کم از غذایی که میخورد میخورد، واسه همین لاغر بود. یعنی اگه ما اونو نمیوردیم آلمان 100% میمرد. ولی آخر خوب شد. خوب شد. آره 2 سالش الان، حالا پیش من نیست، ولی خب خیلی الان توپل خیلی باحاله. از اون حساب به بعد من خیلی گربه رو دوست دارم، با اینکه میدونم بی وفام. مثل بعضی از رفیقا، بیر کنارده بیر کوشه‌ده گرمسن ده وارلار اومد که گوزونده پارلار خب بچه الان رسیدم چه جای سرسبز و باحالیه. نمیدونم تو ویدیو معلومه یا نه. نه ولی خب خیلی باحال، هوای بهاریه، یه نسیم ریز سرد داره ولی اوکی. جای همتون خالیه. MK فنا عشق منی. بعد لبان و الان نزدیک به 3 ماه نگیدمش، اصلا چهرهش رو یادم رفته. بعد دوست صمیمی هم هستیم. یه هی بیگا هلاسیم باز گده به هی تس اسمو صاف باسم یه شب کات صدا. Wie geht's, alles klar? Ja, komm. Hast du auch Bart, oder? Deine Bart sieht russisch aus. Nein. Hey, guck mal, der riecht meine Schuhe. Hey, du kennst mich doch, ich bin der. Sie ist neu. Nein. Sie ist kleiner. Nein, Digga. Digga, sie ist so klein, so groß geworden. Ach so, du warst schon mal hier. Ja, klar. Schat, bezog schon die Tor. Manam, in Batschewut, man umadam didamisch. Guck mal, sie hat was an der Nase. Wie viele Monate jetzt? 4. Fast 5. Ich bin dein Kumpel. Man beterin dustet am Schrank. Levon, ich has beterin Kapitanei Berlin auch. خب بچه ها داریم وسیله ها رو آماده میکنیم که این دوتا گربه وروجک رو ببریم همراهمون. زن اسم رو این غذا هاشونه، غذای کیتن یعنی بچه گربه. واسه چی دو کنم؟ رینت اون پوتن هرت قلب بوخلمونه با گوشت گاو. این برای گربه های جوونه. بعد گوش خرگوشه، گوشت خرگوش و بوخلمون و مر. 68% از ریشتیگه فلایش درن. 68% گوشت توشه. من خودم غذا درست میکنم 68% گوشت نداره. اینم الان بعد ببریم تو ماشین جا کنیم. اینم در درخت گرباس، یکم اینجا نورش بده شرمنده، ولی درخت اصلیشون اینه دیگه. شونم دارن پشما. من الان 25 سالمه هنوز شونه اینجوری ندارم. دو تا شونه دارن. درخت گربهش از خونه من بزرگتره پشما. خب الان وسیله های گربه رو آماده کردیم، من برم ماشین رو بیارم جلو در پارک کنم که همه وسیله ها رو بذاریم تو ماشین راحت. اینم توالتشه، اینم بعد ببریم خونه. اینجا میرینا. خب بچه ها وسیله ها رو به زور جا کردیم تو ماشین. درختش هم گذاشتیم این پشت. لیوان زک من چوز دیم کتسه دی این یا این یا دیگه این مونات این یا. خب بچه ها بریم گربه رو بزنیم خونه. میبینم. بای 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 بای. چاچا خود بازی کن از همین الان. جانم بینجا بریم گربه رو بزنیم، اذیت میشن بنده خدا تو قفس. هلو با میرون اومده کوشا من اول وسیله رو میاریم. گربه دیدی؟ آره بابا نه میرم وسیله میرم خودشون بیا. اینو بزن دستشویی؟ گفتم دستشویی میاد میتونی استفاده کنی. سر تو میتونی بشوش. وسط خونه که نمیخوام بشوشم. گفتم شب اگه بخوای اینجا بمونی اینجا میتونی بخواب. الان برم بیارم. برو بیا. علی یکم اونو خط بزن. بچه هیچ چیز به گربه ماده دست نزنید. ننه چنگ میندازه. دونا و لیلو. دونا مادره، دونا ولی خیلی خجالتی. الان اینا رو باید بذاریم یه نیم ساعتی تو قفس بمونن. اول باید عادت کنم به فضای مولی. خب باید در واقع خودش خواست بیاد بیرون. یک کم پنده میخوام درخت رو بچینم، آبش رو بذارم، بعد در رو باز میکنم خودشون میان بیرون. So cute. بو کرد دست منو. بو کرد بو میکنن. اینا خیلی علاقه دارن بو کنن، همه چی رو بو میکنن. بعد خدا کنه من میرم دستشویی میرینم پشت سر من نیام بو کنم، میگم بیهوش میشه. دریا میگه خنجت میزنن. من خودم گربه که داشتم باهاشون که باز میکردم کل دستم زخم. بعد یه بار یکی از معلمام کشید که گفت مشکل خانوادگی داری، چیزی داری، خودزنی میکنی چرا؟ گفتم گربه دارم، خودزنی نمیکنه. نپره منو بگیره. نه
سلام علیکم. بزرگ شده. اینقدر بود من رو زبر رفتم دیدمش. اینقدر. اینم دوناس مادرشه خیلی خجالتی. مادر دست آره عوضیه. مادرش عوضیه. یه روز طول میکشه بعد کل خونه رو بو کنه، عادت میکنه فضای محیط رو، بعد بدونه که چی هست و اینا، که آخه خطری براش نیست تو این خونه. بعد دیگه خیلی پررو میشه، بعد دیگه صبح تا شب بعد میری دنبالش، فقط بهش میگی خفه شو ساکت کن بخوابم اذیت نکن. بیا مادر گربه بیا بیرون. نصف کنم الان میاد بیرون منو پاره میکنه. بوجراب من یا بوجراب تو؟ من نیست مال من. بوجراب تو. نه قربونم میشی. نخیر. جلوت نشستم. خب من اینجا دو تا آرزوی دیگه چی؟ یعنی برای توالتش. ها؟ پلاستیکه؟ نه سنگه. ولی تو این میشاشه آب میشه. بعد میرینم که میتونی راحت در بیاری. ببین بعد بو کنه توالتش. از این به بعد فقط حق داری اونجا بریم. اوکی. یه با من خونه ما؟ من سگ دارم آقا با مازه. انگار بچه دار شده یعنی؟ زون! بدم برای حدیث رو گربه بازی کنم. دارم گربه بازی میکنم. بیا دبا منش بازی میکنم. با تو که اصلا بازی هم نمیکنه. بیا در رفت. گربه هم بهت پانه میدرد. کچه بیاغایم دونم بی دستشوی تو بشید. پشمون بچه اینو به احتمال زیاد بردارم. شاید پررو شده. اومده پیش علی که نازش کنه. نگاه کنی چه جوری میاره بالا. خدا وکیل 100 تومن میدم. نگاه کن یه چیز جالب دیدم تو تیک تاک. نگاه وقتی که گربتو بگیری چپ و راستش کنی دراز میشه. آره امتحان میکنیم. اول پیل درست داری؟ اوکی آره. این برقی آخر. مثل حالت آبشار میمونه دیگه. گربه ها معمولا تو طبیعت از آبشار آب میخورن، بعد آبی که سرازیر میشه رو دوست دارن بیشتر. ببینن رنگ نخورد نگاه کن. ای از رو زمین میخوره. بی فرهنگ. اینجا آب تازه است، از رو زمین داری برمیداری میخوری. بخور بخورشونت. چقدر تشنش بود پشمون. بچه الان دارم خونه رو جارو برقی میزنم، بعد خیلی برام عجیبه. نه اصلا عجیب نیست. این اصلا نمیترسه. معمولا گربه ها صدای جارو برقی اینا رو میشنوم خیلی میترسن، بعد یه جایی میرم قایم میشن، ولی برام عجیبه که این اصلا نمیترسه. این همون دونه است، مادر اون گربه است. این معمولا دستون نیست، یعنی اگه بخوام بیام دونه الان بهم حمله میکنه، منم بو میکنه، ولی اگه زیاد بیام سمتش حمله میکنه بهم. چی شده تو؟ حمله نمیکنه دیگه نه؟ اون یکی کو؟ لیلی نیستش؟ معمولا این پشت قایم میشن، بعد فکر میکنن من نمیدونم این پشتن. بازم میخوای؟ مساجت بدم بیا. آه الان میگه دیگه بسه، اگه دست بهم بزنی حمله میکنم به. چی شده؟ چرا حمله نمیکنه تو دنته بزن؟ خب بیشور یه چیزی بگو. یهو حمله میکنه. بیا دستمو چیکار کنم؟ چقدر تو آخه بیشور. ولی اشکال نداره. بریم ببینیم که دونا کجا خودشو قایم کرده. این زینم مثل این که نیستش. خب من هر چقدر گشتم نتونستم لیلو رو پیدا کنم. لیلو بچه است ولی هنوز جاروبرقی اینا رو نمیشناسه. بعد صدای جاروبرقی هم خیلی زیاده و گربه ها خیلی بیشتر از آدما میشنون. اون چیزی که من مثلا میشنوم گربه دو برابرشو میشنوه. طبیعیه که بترسن. گربه هم که استاد قایم شدن، یه جا خودشون رو قایم میکنن مغز خرم نمیرسه بهش. خب بچه‌ها امیر فکر کنم. چطوری؟ سورپرایز برات دارم. میخوام ریاکشن تو ببینم. البته میدونم چیه؟ یعنی میدونی چیه؟ اولی شیت. حواست باشه حمله میکنه بهتا. برو. اوکی برو. چرا برم حمله میکنم؟ نه شوخی کردم. برو. یه حالت دفاعی گرفته. دستتو بیا جلو بو کنه. اول نشده که بزنه. نه نه اوکی. بیا بو کنه. بو میزنه. بو میکنه. گربه فقط بو میکنه. بو. آروم آروم. بابا این حمله کرد. بعد آروم یکی از انگشتاتو ببر جلو. میگیره. وجدانا نگیره. نه کاری نداره که. نگاه بو میکنه الان. هر وقت خودش رفت عقب تو هم برو عقب. الان دست بیا جلو بزن به کلش. نگاه نگاه. الان میگه اوکی ما دوستیم. باله. اوکی بیا عقب. حمله میکنه بگم. دایوس خوشگله. بچه‌ش نمیدونم کجاست. قایم کرده خودشو. لیلو ببین یه ساعت دنبالش بودم. اینجا نیست. پایین است؟ آره. اون تن. نفهمیدم. لیلو. هلو ده. خوشگه. این خیلی مهربونه. اینو میتونی بغلت هم بکنی. دیشب با من خوابیدیم. سلام. سلام خوشگله. میدونی چند ماهشه؟ حدس بزن چند ماهشه؟ نمیدونم. بزرگه. 4-5 ماهشه. 4 ماهش. بعد مهربونه، میاد باهات میخوابه. شب داشتم پلی استیشن بازی میکردم، عادو رو شکم. صورت شما. دستم خون اومد اون یکی گربه. ببین چنگ زد. اوره. ننت گاید منو. اینم میزنه ننش. سلام. این فکر کنم البته 4 سالشه الان. بیا برو بالا برو. میشه ننت. بچه بزرگ کردم بیاد واسه من شاخ بشه. بخوردم. دایوس بچته. بیلو بیا. ننت دوستت نداره. بیا خودم به فرزندی قبولت میکنم. آخه پسر دختره پسره دختره. الان نظرت چیه گربه خودت هم بخری؟ من نمیتونم دیگه.
غیر از اون دوست دارم، ولی سگو بیشتر دوست دارم، ولی خب گربه نداشتم زیاد. یه جا بودیم زندگی می‌کردیم، یه حیات بزرگ داشتیم، یه گربه اومد زایید، فکر کنم 6 تا 7 تا زایید، مدلمون سوخت دیگه واسش، بالای دیوار خونه ما زایید، بعد هر روز غذا میدادیم به این، بعد دیگه اینا نرفتن. بچه گربه‌ای قلقلی بودن، از خونمون بیرون می‌کردیمشون، مامانم خوشش نمیومد زیاد، میگفت میان ظرفا رو به هم می‌ریزن. اینا رو همه رو فکر کن 6 تا بچه گربه رو 7 تا رو بیرون می‌کردیم، درا رو همه جا رو می‌بستیم، یعنی همه درا پنجره رو همه رو می‌بستیم که اینا نرین تو. بعد اینجوری می‌کردیم، می‌دیدیم دو تاشون زیرن، اینا برن بیرون میان دوباره. الان نه، باید حداقل 6 ماه اینجا باشن، اون بره بیرون میاد، اونم نمیاد. اینا باید نشونه گذاری کنن تو این خونه که همه جا بوشون باشه، خب بعد عادت کنن به فضای اینجا، 6 ماه طول می‌کشه حداقل، بعد برن بیرون برمیگردن. آره ولی موش میاد دوباره بیرون. بعد یه قلاده با زنگوله ببندی که اگه رفتن مثلا موش بگیرن، زنگوله صدا بده موش فرار کنه، وگرنه میرن موش میگیرن برات میارن تو خونه بهت میدن. اینا هدیه شون یه جوری. لیزر نری؟ نه لیزر داری؟ من دیدم اونجا. آه راست میگی، لیزر هم داره. جفتشون رو میتونی اسکول کنی. یه دونه از اینا دارم کشه، یه لیزر هم داره. آه دوست داره. اینم بازی میکنه. الان بیا از اتاق بیرون با لیزر بیا کم کم اینم میاد. ننه خیلی گوشاد دیگه، سن و سالی ازش گذشته. یه ایده دارم عمی، بیا با لیزر بیارش رو تخت، بعد بیا کار کنیم که بپره بالا. لیلو آها خب حالا بیا بالا. آها حالا برو بالا، بالا بالا بالا. الان بیا نظر دیوار، فهمیده اسکول شده. خب بچه ها، این بود از ولاگ امروز، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه توی چنل من جدید هستین حتما مطمئن شین که چنل منو سابسکرایب میکنید. دوستتون دارم تا ویدیوهای دیگه. یا حق لایک و کامنت هم یادتون نره.